27 وزیر اتحادیه اروپا زیر نظر فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد برای تحریم‌های جدی توافق و تصمیم‌گیری‌ها را به زودی اعلام می‌کنند. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید وضعیت نگران کننده و برای صلح جهانی می‌تواند خطرناک باشد. بر اساس خبرهای رسمی اوکراین افراد 18 تا 60 ساله را که به صورت رزرو در کشورشان حتی پس از خدمت نظام وظیفه در فهرست قرار داشتند احضار کرده است. جالب است اگر امریکا از اصطلاح اشغال و حمله استفاده می کند، روسیه از عنوان نیروی نگاهبان صلح استفاده کرده است. آلمان هم که شدیداً به گاز روسیه نیاز دارد بی صدا نمانده است. خبرها از این کشورها دال بر محکومیت تصمیم آقای پوتین است. از زمان استقلال اوکراین در سال 1991 روسیه همواره از نزدیکی اوکراین به اروپا واهمه داشته است. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای خالی نبودن عریضه پیام دولتی داده و طرف‌های درگیری را توصیه کرده صبر و شکیبایی داشته باشند. در آخر این بیانیه هم همان گونه که انتظار می‌رود او مقصر اصلی را ناتو و عملیات نظامیش دانسته است و این در حالی که خانم لیزا تراس وزیر خارجه بریتانیا احتمال می‌دهد آقای پوتین حتی قصد اشغال کیف پایتخت اوکراین را داشته باشد. دیروز بریتانیا تحریم‌هایش را علیه روسیه اعلام کرد. از اولین نشانه‌های تحریم بانک‌های روسیه نشانه گرفته شده است. این یکی از عکس‌های ماهواره‌ای بود که در برابر جابجایی ارتش روسیه در مرزها به دخالت حتمی روسیه باور داد. دولت کانادا هم کمک‌هایی را در ارتباط با اوکراین به اجرا درآورده است. مسکو دو بخش از جدایی خواهان اوکراین را به رسمیت شناخت و آن را امضا کرد. آقای بایدن گفته تصمیمات ما دفاعی و به هیچ وجه قصد جنگ با روسیه را نداریم. با این همه باور داریم که روسیه قصد دارد دورتر برود و به اوکراین حمله کند. آقای بایدن میگوید امیدوارم اشتباه کنم. دیروز همچنین او با وزیر خارجه اوکراین آقای دیمیترو کولبا ملاقات کرد. وزیر خارجه اوکراین گفته تا زمانی که روسیه خاک اوکراین را ترک نکند تحریما کافی نیست. از آن سو این پرسش مطرح است که آیا روسیه صدور گاز به سمت اروپا را خواهد بست؟ آرمین عارفی روزنامه‌نگار با آقای پاسکال مارشال تحلیلگر و نویسنده یک کتاب گفتگویی داشته است. عنوان این گفتگو این که روسیه احساس می‌کند در محاصره ناتو در آمده است. در این مصاحبه در چندین پرسش در جایی آرمین عارفی پرسیده آیا شما اقدام روسیه برای اشغال اوکراین را باور دارید؟ آقای مخشان پاسخ داده تا این لحظه نه، اما به تازگی آماده سازی افکار عمومی تغییر کرده است. کانال اورونیوز با آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه حکومت در مونیخ دیدار و مصاحبه کرده است. پرسش‌های اساسی در منطقه و جهان را از او پرسیده است. روزنامه‌نگار سوال‌هایش را داشته، وزیر حکومت جواب‌هایش را. اما از آن زمان که آقای ظریف روی بالکن شاد و کاغذ در هوا نشان می‌داد، اینک در این فضای مرده و سرد می‌دانیم که مذاکرات بیشتر مواردش اطاعت محض از سوی حکومت است. و اما در اوضاع داخلی فرانسه گفته شد آقای مکرون اولین سخنرانیش را به عنوان نامزد ریاست جمهوری روز 5 مارس برگزار خواهد کرد. فرانسه تا پایان بهار ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار خواهد بود.